سلام به همه موزیک بازای خفن، چطور میتورین؟ میخوایم یه ریاکشن بریم روی موزیک جدید رضا پیشرو به همراهی کامیار به نام پاشو. البته میشه گفتش که آهنگ کامیاره و رضا پیشرو، یعنی خواننده اصلی کامیاره، رضا پیشرو مهمانه، جوری که متوجه شدیم. و اینکه خیلی اعتراض کرده بودن، انتقاد کرده بودن به رضا پیشرو که چرا همچین فیتی دادی. خب کامیار مثلا یه جورایی لس آنجلسی محسوب میشه و طرفدارش بهش انتقاد کرده بودن که در جواب اونا گفته بود که به انتخاب من اعتماد کنید و من اگر همچین همکاری کردم در جهت پیشرفت بوده و اینکه یه آرمبی خون به جمع آرمبی خونای زیرزمین اضافه بکنم و کامیارم این قابلیت رو داشته و من ازش راضیم توی این آهنگ. حالا بریم بشنویم که واقعا این چیزایی که این همه تعریف کرده اوکیه یا نه. نمیدونم، ولی کامیار قبلنم بکنم با توهی همکاری کرده بود، خوب بود. حالا اون یکم سوژهش فان بود، این انگیزشیه. شعر کامیارم ارفان پایدار نمیشه ظاهرن. بریم بشنویم ببینیم که چجوریه، قابل قبول هست یا نه این همه ازش تعریف شده توسط رضا پیشرو. آماده این؟ 1, 2, 3. 1, 2, 3. نمیدونم، ناخودآگاه یه لحظه یاد چیز افتادم، تتلو و همکاری هایی که با پیشرو میکردن. اول موزیک ها مثلا معرفی میکردن هم دیگر رو، مثلا بابا اون بالاست یا یه طرف درد یا چه میدونم. توی آلبوم پیشرو هم پادشام نمیشه باهات حرف زد، این چهارتا بود، چند تا دیگه هم بودن ولی این چهارتا معرفی داشتن فکر میکنم و خیلی جالب بودن. بریم. اگه توی سر تو یه هدف داری، اگه یه مرواری توی صدف داری، داد بزن بگو میتونم. آره داد بزن بگو میتونم. اگه نمیخوای از هدف عقب باشی، خواهش میکنم تا آخر ریاکشن ببینین اگه تا اینجا دیدین و زود قضاوت نکنین. به نظرم داره خوب پیش میره، تا آخر ببینیم و پیشا پیش قضاوت نکنیم، شاید واقعا اتفاق خوبی افتاد، همکاری خوبیه. اصلا بهت نمیخوره بگی نترس داشی. برو طرفشو اصلا نترس داشی، داد بزن بگو میتونم. میتونم داد بزن بگو میتونم. اگه قدمش سخته، سر راد صد بسته، واسه همه همونه، پس نگیر بهونه، نگو دیره، نگو دیره، پاشو تا اینجا بخوایم بی‌طرفانه بگیم انصافاً کامیار چیزی کم نداشته و خوب اجرا کرده تا اینجا. حالا فکر کنم یه ورس هم پیشرو بره و دوباره ورس بعدی رو کامیار بره. بریم بشنویم. بابا پیشرو که قفلنم بد میشکنم، افکار و قلبامون تو قبرسونن، دست تو دستیم ولی مست و تورک، میدونم موندی تو خرچ خونت، تو یکی دیگه میذاره سر. این سویش لاینایی که پیشرو میکنه عالیه، یهو کلن فلو رو عوض میکنه. دست تو دستیم ولی مست و تورک، میدونم موندی تو خرچ خونت، تو یکی دیگه میذاره سرشونش. کسی نمیدونه قدر بودن تو، میکشن هزارم پرده رو هم، بعضی آدم همون قدر خوبن که فکر میکنی برا تو تله دختر. این میگه بعضی آدم همون قدر خوبن که فکر میکنی برا تله دختن. یاده یه ضرب مثلی افتادم که میگن خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند همونه.
رفیقای کم لولشم تا باهاشون برن تا ته دل شب حس کنی مثل تنمه که ستم تستشم بدن تا برسه به سر و پا بذارن رو قضاوتشون کاملا دور جاهل و اسود و سارق و شرورن نشستن تا بشن وارث تمام مال تو پلو باشو پسر نگو نمیتونم همه دور دستا رو بگی تو دست فکر کن نمیتونی بری خونت دیگه طبیلت نگیره کسی تو جمع نباید بمونی بری تو هم نشینی پشت سر کسی تو سفر رو به خودت بگی خیلی خوبم و مسیر زندگی تو بگی تو چم کی بود توی آهنگش میگفت عقب نمیشینم یادم نیست میگفت همیشه جلو میشینم فکر کنم شایه بود شایه یا مرات هیدن توی یکی از آهنگایی که با هم یه فیت داده بودن میگفت همیشه جلو میشینم اینم باحال بود بشنویم نمیشینی پشت سر کسی تو سفر یعنی تو باید راننده باشی یا نهایتش صندلی جلو بشینی خودت بگی خیلی خوبم و مسیر زندگی تو بگی تو چند اگه قدماش سخته ورسش کوتاه بود پیش رو و اینکه هنوز تقریبا نصف آهنگ مونده یعنی بازم پیش رو میخونه یا کامیار میخواد تا تای شید سره بره و اینکه آهنگ خالی هم فکرم نداشته باشه داره به تم آهنگش نمیخوره داشته باشه در را صد بسته واسه همه همونه پس نگیر بهونه نگو دیره نگو دیره نگو دیره باشو بگو میتونم آخ منی نداره من میبرم میبرم باشو بگو میتونم میتونم سود سری روزا دارن میگذرم میگذرم باشو صدای کامیار یکم تیزه یعنی هم زیر هم تیزه یکم نازکه و اینکه توی این گام بالا اجرا میکنه یکم یک کوچولو گوش خراش میشه به نظرم اگر یکم آرومتر اجراشو میبست فکر میکنم جالبتر میشه و اینکه خیلی داره تکرار میکنه این بخش از آهنگالا کورسه خیلی داره تکرار میکنه یه بار دو بار بس دیگه نه آهنگ خالی داره چه گیتار تیزی داره من اینجا جنورم رو کاغذ ریختم ادامه بده بازم بیشتر پیش رو دو ورس شد دمش گرم مگه خواننده مهمان نبود معمولا یه ورس میخونه من اینجا ریختم ادامه بده بازم بیشتر با این که میدونم گاف از ریش از تنبل بمونم آفت با این که میدونم گاف از ریش از ادامه بده بازم بیشتر با این که میدونم گاف از ریش از تنبل بمونم آفت نیشم هیچ وقت اینه یادم نمیره که پای کار خستگی خوابم میرفت هر وقت پی میبرم که باحال بود بک باکار شدین گفتش از خستگی خوابم میرفت یکی خمیازه کشید هیچ وقت اینه یادم نمیره که پای کار خستگی خوابم میرفت هر وقت پی میبرم که تبدیل به حیوان شدم آدم میشم دیگه پی ماتم نیستم این تغییر فلاش خیلی باحاله هرچقدر هم بشه نامرد بیشتر همین الان خدا با مرد میزم به من پس بده تا آتش میرم اگه آب باشم آتش میشم به خاطر بردم باختم میدم من با غمان به خاطر بردم باختم میدم چه جمله پری داد چه جمله پری گفت اینکه تو مسیر برنده شدن باید کلی ببازی و تجربه دست بیاری که دیگه اون مسیر نری و یه راه جدید باز کنی که تهش به برنده شدن ختم میشه ایول سن میزنم و بازم دارم به تو پاتزر میدم باشو بشو میتونم کاراتو نزا برابر خیلی صداش داره چیز میشه صدای کامیار یکم آرومتر بخونه دیگه باشا باحال بود پاشو دستاتو بده من آقا آهنگی باحالی بود ممنون اگر تا آخر نگاه کردین و قضاوت زود نکردین به نظرم آهنگ خوبی بود ولی یکم کامیار باید بیشتر کار بکنه و
فکر میکنم، یعنی هم از لحاظ محتوایی هم از لحاظ شعری که خوند خیلی تکراری بود، یعنی ایده جدیدی نداشت، حتی مثلا کلماتش هم یه جورایی میشه گفت تکراری بودن، یعنی این کار مثلا به نقد نمیرسه. و اینکه میتونست آرومتر ملوتر یکم اجرا بکنه، درسته میخواست انگیزشی باشه، ولی دیگه انگیزشی جوری نباشه که از این گوش طرف بیاد تو، از این گوش بره بیرون، اینقدر صداش بلند بود. حالا بازم خوب بود برای بگیم تجربه اول دوم، و اینکه استعدادش رو داره و قطعا میتونه یکی از آره میخونهای خوب هیپ هاپی هم باشه در کنار سبک مستقل خودش. دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین، ممنون میشم که لایک کنید، اگه تا الان سابسکرایب نکردین دکمه قرمز رو بزنین و اون زنگوله کنارش هم بزنین، یه کامنت هم بذارید که یوتیوب شما رو ربات تشخیص نده. خیلی متشکریم، قربان شما، مرسی که از من حمایت میکنین، مرسی، خدا نگهدار.